أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وتبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه العظيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. ایام سوگواری آل پیامبر را رحلت جانسوز و جانگداز پیامبر گرامی اسلام را شهادت سبط اکبرش امام مجتبی علیه السلام را و شهادت آقا و مولامان حضرت سامن المجج علی ابن مسرزا علیه السلام را گرامی می‌داریم و این دردهای جانکاه و مصائب تلخ را به محضر امام زمان و تمامی شیعیان و عاشقان و دلدادگانش تسلیت عرض می‌کنیم و از خدای متعال می‌خواهیم که ما را در همراهی با این انوار طیبه موفق بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوا الله. در آغاز خطبه اول، خود و شما مؤمنان نمازگزار، خواهران و برادران ایمانی را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانم، زیرا تقوا گوهری سازنده شخصیتی توحیدی انسان است. اونی که انسان را از درون با خدا متمایل می‌کند و لذت بندگی را به انسان می‌چشاند، تقوا و درک حضور خدا در لحظه زندگی است. و این که انسان بداند و بفهمد و باور کند که رفتار او و گفتار او و نگاه او و اندیشه او در معرض دید خدای حکیم علیم حاضر ناظر است، قطعا از اعمال مثبت و شایسته خود در محضر خدای حکیم علیم رحمان و رحیم لذت بیشتری میبرد و مراقب خطاها و اشتباهاتش بیشتر هست. خطبه اول را به بحث پیرامون میراث نبوت به دلیل همزمانی با ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام اختصاص می‌دهیم تا بر این سفره نور و معنا و معنویت محمدی بنشینیم و لحظات را به اصطلاح مرور بکنیم تا چی به دست ما بیاید. در خطبه دوم هم مناسبت‌های تاریخی و مناسبت‌های مذهبی وجود دارد
که انشاء الله به توفیق الهی به آن نیز خواهیم پرداخت. اون چی که امروز میخواهم عرض بکنم موضوعش این است: منطق نبوی در برپایی جامعه توحیدی چیست؟ آنچه که مسلم و قطعی است برای ما این است که میراث گرانبهای پیامبر ایجاد یک ملت باورساز، یک ملت باورمند، یک ملت صاحب مکتب و دارای جهانبینی و ایدئولوژی مشخص و تعریف شده است که از آن به عنوان امت اسلامی یاد می شود. اگر برگردیم به 1400 خورده سال به این واقعیت برمی خوریم که وقتی این پیامبر نور و رحمت و هدایت و رهایی و رستگاری مبعوث گردید با یک جامعه مواجه بود که اون جامعه تمامی ارزش‌ها و بایدها و نبایدها و فکر و فرهنگ و اندیشه‌اش با امروز این امت 100% تفاوت داشت. جامعه‌ای که در آن جهل حاکم بود، جامعه‌ای که در آن عصبیت قبیله‌ای معیار و محوری همه برنامه ها و بایدها و نبایدها بود، جامعه‌ای که در آن از اخلاق و انصاف و مروت و شرافت و انسانیت اساساً خبری نبود و جامعه‌ای که در آن ظلم و فساد و چور و چپاول و خونریزی و آدمکشی مایه افتخار بود. خوب دقت کنید که این پیامبر با چی منطقی و با تکیه بر چی محورهایی این جامعه سراسر سیاهی و تباهی و زلالت و گمراهی را عوض کرده و از دل این تابکستان زمان یک امت صاحب مکتب و صاحب اندیشه و تعال اندیش و اهل اخلاق فاضله بیرون آورده که در میانشان ابوذرها وجود دارد، سلمان فارسیها وجود دارد، میثم تمارها وجود دارد و انسانها و اصحاب مؤمن و متعهد و فرهیختی که در کسب فضائل انسانی و اسلامی هر کدام سرآمد روزگار خود بودند. اگر بتونیم این مسئله را هضم کنیم، در حقیقت به عمق ارزش و فعالیت این پیامبر رحمت و هدایت و رهایی پی میبریم. پیامبر چه کار کرد که این جامعه تاریک را به یک جامعه نورانی تبدیل کرد؟ اولین کاری را که پیامبر انجام داد باور این جامعه را تغییر داد. این جامعه در اثر جهل و نادانی و فرهنگ‌های منحط حاکم بر محیط جهل زده اون روز عرب، البته فقط عرب جهالت زده نبود بلکه سراسر دنیا در یک تاریکی مطلق فکری و فرهنگی و اندیشه‌ای زندگی می‌کردند. اروپایی که امروز آوازش و بوق و کرنایش گوش فلک را کر کرده است، در زمان بعثت پیامبر گرامی اسلام در قرون وسطی بدترین زندگی را به لحاظ فکری و فرهنگی و سقوط در لجنزار مادیت داشت و پیامبر گرامی اسلام بعثت او آغاز پیوندی انسان فرو رفته در خاک با افلاک است. بعثت او نقطه آغاز و رشد حرکت فکری انسان در مسیر شناخت و تفسیر درست از این عالم هستی است.
به عصد او خود انسان را و هدف انسان را و آرمان انسان را وظائف و رسالت های انسان را برایش شناسان. پیامبر باور این جامعه را تغییر داد. در این جامعه شرک حاکم بود، خدایان سنگی و چوبی حاکم بود و در واقع به نمایندگی از اون بت‌ها هوا تصمیم می‌گرفت، هوس تصمیم می‌گرفت، منافع قبیله تصمیم می‌گرفت و بر سرنوشت جامعه تأثیر می‌گذاشت. اما پیامبر گرامی اسلام آمد و بر همه خدایان دروغین و بر همه معبودهای سنگی و چوبی و بت‌های بیجان خط بطلان کشید و به این جامعه فرمود همه تان بگوید لا اله الا الله تفلحوا. اگر میخواهین به سعادت و سلامت و رستگاری و درست زندگی کردن دنیا و سلامت و سعادت آخرت برسید، بر این بت‌های بیجان خط بطلان بکشید. اینا نه قدرت دفاع شما دارد، نه قدرت تأثیر بر سرنوشت شما را دارد، نمیتواند سعادت و سلامت را برای شما به ارمغان آورد. ای انسان، تو که خلیفه خدا هستی، تو که عقل و درایت داری، تو که خود میتوانی بت بتراشی، چرا خود را اینقدر ذلیل کرده ای که پای بت‌های بیجان به اصطلاح سجده میکنی، پرنش میکنی؟ در واقع خودت را اینقدر ذلیل کرده ای. هر وقت در یک جامعه باورهای غلط شکل گرفت، رفتار غلط نیز به وجود می آید. برادران، جوانان، نمازگزاران عزیز، نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و اعتقادی سعی کنیم باورهای درست داشته باشیم و باور درست خود را یا مستند به عقل کنیم، یا مستند به قرآن کنیم، یا مستند به فرمایشات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین کنیم. قرار نیست که هر کسی در این عالم پیر ما و یا مراد ما و یا پیشوای ما و یا رهبری ما باشد. رهبر یک انسان موحد مسلمان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین است که انسانن، معصومن، عالم من عند اللهن، ظاهر و باطن عالم را می داند و می شود سرنوشت خود را و عمر خود را و حیات خود را و هستی خود را با نگاه اونها و به اقتدای به انها درست مدیریت کنیم. دومین بنیان را که پیامبر گرامی اسلام با تکیه بر اون منطق یک جامعه ایدئال توحیدی بنا کرد، این است که با جهل مبارزه کرد. پیامبر گرامی اسلام در این جامعه دید که همه بدبختی این جامعه زیر سر جهل و نادانی این مردم است و لذا از فرصتهای متعدد و در قالب احادیث بسیار نورانی جامعه اسلامی را به فراگیری علم و دانش فراخوان و در قرآنش سخن از تفکر و تعقل به میان آورد و انسان را به خداشناسی و هستی شناسی و خودشناسی و هدف شناسی و وظیفه شناسی و آرمان شناسی دعوت کرد. این پیامبر دینش را و آیینش را هرگز بر جهل مردم، هرگز بر خرافه پرستی، هرگز بر رنگ و نیرنگ و فریل عوام استوار نکرد و فریاد کرد که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه. و در روایت دیگر فرمود اطلب العلم ولو بالسین، تب در پی علم و دانش باشید. جامعه اسلامی باید جامعه استوار بر علم و دانش و آگاهی و بصیرت باشد. انسان مسلمان
باید در سند تسخیر کله های علوم و اندیشه ها باشند. و پیامبر در اون روز فرمود که اجرب العلم ولو بالسین، یعنی اگر هر چه زحمت برای به دست آوردنی علم بکشید و تا چین اون روز هم مسافرت پیاده بکنید ارزش دارد. پس این پیامبر پیام‌آور آگاهی است، پیام‌آور علم و دانش است، پیام‌آور بصیرت و بینایی برای انسان است. و بعد فرمود و اطلب العلم ولو بسفک المحج، دنبال علم باشید ولو خونتون در این راه به زمین خون قلبتون بریزه. این قدر دانش و آگاهی در نظر این پیامبر اهمیت داشت. و خوز اللجاج ولو به اسرا در دریاها هم غرق شدید. ببینید این منطق بود که اون جامعه جهل زده را به یک جامعه عالم و یک جامعه آگاه و یک جامعه نخبه در واقع تبدیل کرد. درباره علم و اندیشه و فکر و تعقل پیام‌های متعدد، آیات متعدد و روایات متعددی وجود دارد. پس دومین عامل و یا دومین مشخصه منطق نبوی در برپایی جامعه توحیدی رفتن به سوی علم و دانش و جنگیدن با جهل و جهالت و نادانی است. و هر مسلمانی چه به عنوان یک شهروند باشد، چه به عنوان حاکم اسلامی باشد، وظیفه دارد که جامعه اسلامی را به سوی علم و دانش و آگاهی و شناخت دقیق از اوضاع و احوال و نیازمندی های جامعه اسلامی سوق دهد. و ما زمانی می توانیم جامعه آرمانی توحیدی و مورید نظر پیامبر را ایجاد کنیم که مردم ما عالم باشد، زنان ما عالمه باشد، جوانان ما همت تحصیل داشته باشد، در دانشگاه های ما مدیریت علمی اعمال شود، در سیاست کشور به اصطلاح مدیریت علمی اعمال شود. و الا با جهل و جهالت، با نادانی، با به اصطلاح بستن دربان سال هم مدرسه ها که نمی شود جامعه ایدئال توحیدی را برپا کرد که در آن ارزش انسان به علم و فضیلت های علمی انسان باشد. چرا قرآن میگوید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تا به جامعه اسلامی القا کند که ای مسلمانان و ای جامعه اسلامی، اگر بدون بار دنیا و آخرت آباد هستید، بدون بار علم و دانش و آموختن و آموزاندن باشید. سومین کاری را که پیامبر در این جامعه جهل زده کرد تا تحول بنیادی فکری و فرهنگی را ایجاد بکند، فضائل اخلاقی را در جامعه تبلیغ کرد و با رذایل اخلاقی مبارزه تمام عیار کرد. وقتی پیامبر آمد به نسب مردم افتخار میکردن، پیامبر افتخارات نسبی را لغو کرد. وقتی پیامبر آمد مردم به غرور و تکبر و فخر فروشی و لجاجت و جنگ فروزی و به تعبیر امروز من آنم که رستم بود پهلوان افتخار میکردن، در جامعه همه بدی ها و رزالت ها و دوستی ها و قماربازی ها و به اصطلاح زنان و دخترانشان را زنده و گور کردن به افتخار تبدیل شده بود. پیامبر که آمد رأفت را و رحمت را و حجاب را و عفاف را و اخوت و برادری را و تعاون و همکاری را و ایثار و فداکاری را، این آموزه ها را در این جامعه شروع کرد به آموزش دادن. گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم،
مردم میدونیم کی در نزد خدا عزیز است، اونی که متقی تر باشد، اونی که پاکیزه تر باشد، اونی که اندیشه پاک دارد، اونی که گفتار پاکیزه دارد و اونی که رفتار سالم در جامعه دارد. وقتی این جامعه فهمیدن که ارزش انسان به ایمان انسان است، ارزش انسان به تقوای انسان است، این جامعه متحول شد. و لذا یکی از جلوه های خدمت شما عرض بکنم، این تقواگرایی و فضیلتگرایی را ما در زمان هجرت پیامبر که یک شنبه آینده هم به اصطلاح اون روز هجرت است داریم. وقتی مهاجرین به مدینه اومدن، همه انصار اون چنان عاشقانه و اون چنان برادرانه و دلسوزانه از اینها استقبال کردند که خانه هایشون را در اختیار مهاجرین قرار میدادن. این جامعه را پیامبر تربیت کرده بود، جامعه ای که همه اندیشش جنگ بود، همش چور بود، همش چپاولگری بود و کسی حاضر نبود برای کسی از موضع خود عقب نشینی بکند و تا می توانیستن به سبوعیت و در رندگی ادامه می دادن، جامعه تربیت کرد آگاه، جامعه تربیت کرد ایثارگر و فداکار، جامعه تربیت کرد اهل تعاون و همکاری و غمخواری همدیگر. و لذا بود که پیامبر موفق شد با ایجاد باور توحیدی راستین و راسخ یک و با گسترش علم و دانش و ترغیب به فراگیری دانش و آگاهی و از اون طرف جایگزین نمودن فضائل اخلاقی و مبارزه با رسالت ها، جامعه آرمانی توحیدیش را بنا بکند که از اون روز تا و امروز جامعه اسلامی ارزش‌هایش تغییر کرده است. یک انسان مسلمان هرگز به ظلم نمیتواند افتخار کند، به چپاولگری نمیتواند افتخار کند. افتخارات زمان جاهلیت به دستان محمد مصطفی لغو گردید و ارزش ها و فضائل انسانی جاوزین اون ارزش های زمان جاهلیت شد. ما هم اگر بخواهیم یک جامعه خوب، یک خانواده ارزشمند و یک شخصیت ارزش مدار داشته باشیم، باید این سه تا گزینه را در وجود خود، در خانواده خود و در جامعه خود با دقت و کنجکاوی تمام دنبال کنیم. اول باورمان را درست کنیم، خداشناسی ما را بالا ببریم، پیامبر شناسی ما را تقویت کنیم و امام شناسی ما را تقویت بکنیم و بعد از اون در صدد این باشیم که چگونه این جامعه را از فضای جهل و نادانی و غفلت و عوام زدگی بیرون بکنیم و به سوی فضاهای علم و دانش و آموختن و آموزوندن ببریم و در کنار فراگیری ارزش‌های علمی به ارزش‌های اخلاقی بیشتر پایبند باشیم، سعی کنیم حوصله‌مند باشیم، سعی کنیم اهل عفو و گذشت باشیم، سعی کنیم اهل رحمت و رحمانیت و مهربانی باشیم. مگر پیامبر ما این نیست که انا ارسلناک رحمتا للعالمین؟ ما سعی کنیم حداقل برای خود مهربان باشیم، برای زن و بچه من مهربان باشیم، برای جامعه و مردمی که با آن زندگی میکنیم اون حس مهربانی را داشته باشیم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما و شما این درک و این شعور و این توفیق را عنایت بکند که همه زندگی خود را در مسیر ارزش‌های محمدی گام برداریم تا بتوانیم مسافر سعادت و سلامتی ابدی باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى علي أمير المؤمنين آيتك الكبرى والنبأ العظيم وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه دوم بار دیگر خود و همه نمازگزاران نماز جمعه را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانیم، زیرا در آموزه‌های عمیق و متین و تأثیرگذار دینی تقوا عالی‌ترین محور تربیت انسان خدا باور و خداجو است و اساساً فلسفی بعثت انبیا و فلسفی ارسال رسل و انزال کتب به این نقطه ختم می شود که انسان را بر اساس درک و معرفتی ملکوتی به این نتیجه برساند که خودش عهده‌دار تربیت خودش بشود. هر که خودش عهده‌دار تربیتش شد و به لحاظ درونی خدا را احساس کرد و به ندای درونی وجدانش پاسخ گفت، قطعاً او در مسیر سعادت و سلامت و در مسیر کسب رضای الهی حرکت خواهد کرد و این همون تقواست، تقوای یعنی حساب بردنی از خدا و درک حضور خدا در تمامی لحظه ها و صحنه های زندگی. اما در خطبه دوم باز همچون ما در ایام رحلت جانسوز و جانگداز و در داور و تلخ آخرین پیامبر الهی و کاملترین پیامبر الهی حضرت ختم مرتبت علیه السلام قرار داریم، قدری نسبت به پیام‌های ماندگار آن بزرگوار و آن بی‌نظیر عالم هستی در رابطه با پیام‌های سیاسی و اجتماعی آن دقت داشته باشیم. امت اسلامی باید بدانند که پیام این پیامبر اخوت و برادری است. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. هر شخصی و هر نهادی و هر جریانی با هر توجیهی و با هر تحلیلی که امت اسلامی را از محور برادری دینی دور بکند، قطعاً او حرکتش را نمیتواند اسلامی بماند. او یا از اسلام چیزی نفهمیده است و یا از روی نادانی دارد بر طبل نفاق و اختلاف جامعه اسلامی میدمد. این پیامبر پیامبری اخوت و پیامبری برادری است. بنابراین همه مسلمانان و همه فرق اسلامی و پیروان همه مذاهب اسلامی باید تلاش کنند که این آیه نورانی قرآن که انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم در روابط اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی بیشتر نمود و ظهور پیدا کند. هر کسی عرض کردم به هر بهانه‌ای نفاق را و اختلاف را و نزاع مذهبی و قومی و نژادی و لسانی و شرق و غربی اسلامی را به تعبیر ایجاد بکند، این گونه حرکت ها مخالف روح اسلام و قرآن و پیام همیشه جاودان پیامبری گرامی اسلام هست.
محور دیگری از پیام‌های اجتماعی پیامبر گرامی اسلام بحث همکاری و همیاری و همدلی است. یک جامعه ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک عده برخوردارن، یک عده نابرخوردارن، یک عده درگیر مشکلاتن، یک عده اون مشکلات رو ندارن، یک عده به تعبیر در رفاه مطلق بسر میبرد، عده دیگر ممکن است در فقر مطلق بسر ببرد، عده ممکن است به لحاظ فکری و فرهنگی و علمی و صنعتی در وضعیت بالای داشته باشد، اما جامعه دیگر اسلامی از این امتیازات محروم باشد. پیام پیامبر و به اصطلاح پیام قرآن پیامبر این است که تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. ای جامعه اسلامی، ای امت اسلامی، ای انسانهای مؤمن و مسلمان، تعاونوا علی البر و التقوا. هر آنچه که خوبی ها هست و هر آنچه که سلامت فکری و اخلاقی جامعه را حفظ می کند در این زمینه همکاری بکنید، همیاری بکنید. اگر دیدید خانواده وضعیت اقتصادیش خوب نیست همکاری بکنید. اگر دیدید اوضاع فرهنگی یک عده خراب است، اینجا باز جای همکاری هست. اونهایی که میدانن، اونهایی که میفهمن، اونهایی که نفوذ دارن، رشتفیدان محترم، روحانیت محترم، کسانی که اهل تأثیر گذاری هستن، اگر میبینید عده جوان تحت تأثیر فرهنگهای منفی در فضاهای مجازی قرار گرفته، باید اونها را ارشاد بکنیم. خود ارشاد کردن و راهنمایی کردن و سر و سامان دادن به اوضاع آشفته فکری و فرهنگی و اخلاقی یکی از مصادیق بارزی تعاون بر بر هست. بعد می‌فرماید و تعاون اهل بر و تقوا. ببینید جامعه اسلامی جامعه است که ارزش‌های آن بر پاکی‌ها استوار است. هرچی یک فرد، هرچی یک خانواده، هرچی یک جامعه دینی بر پاکی‌ها فکر و ذکر و ذهن و زمینشان را استوار بکنن، قطعاً روابط اجتماعی و خانوادگی نیز سالم‌تر خواهد شد، قطعاً بحث تعهد بیشتر خواهد شد، قطعاً بحث پایبندی و استادن پای خانه و خانواده بیشتر خواهد شد. و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. هرگز بر گناه و دشمنی همکاری نکنید. هرگز هیچ وقت به خود اجازه ندهید که به اصطلاح گناه را گسترش بدید. اگر میبینید در جای غیبت و تهمت است، یا تعطیل کنید یا لااقل محل را ترک کنید. اگر دیدید از مسئله فتنه عداوت و دشمنی برمیخیزد که باعث رنجش خاطر و احیانا کشته شدن انسان ها می شود، تلاش کنید اون رو تعطیل کنید. و اگر نمی توانید، هرگز با انسان هایی که دشمنی را در جامعه ترویج می کند دست دوستی ندهید، دست رفاقت ندهید، دست همکاری هم ندهید. این پیامبر، پیامبر نور بود، پیامبر رحمت بود و پیامبر رحمانیت و اخوت و برادری و عدالت خواهی و عدالت پیشگی بود. پیام های فراوان اجتماعی سیاسی هست. به دلیل زیادی وقت من خدمت شما خیلی این مسئله رو به اصطلاح طول نمیدهم. مناسبتی دیگری را که ما داریم شهادت امام رضا علیه السلام است که فردا روز شهادت این امام بزرگوار است. امام هشتم علیه السلام در میان ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین به عالم آل محمد معروف است. تکه های از زندگی این امام را وقتی ما به اسلام مرور میکنیم، میبینیم که این امام یک تنه با تمام توطئه ها و نیرنگ های دستگاه شیاد و شیطان بنی العباس چقدر ماهرانه و چقدر زیرکانه مبارزه کرده است. بنی العباس برخلاف بنی امیه که با
برخورد فیزیکی و به زندان انداختن ائمه و پیشوایان معصوم کارشون را زار کردن و مردم را به مخالفت با خود کشاندن و میخواستن ائمه را با برخورد فیزیکی از عالم بردارن و گاهی هم بر میداشتن، اما از نفوذ ائمه داگرین و پیشوایان معصوم در دلها و جانهای شیعیان و مسلمانان هرگز نمیتوانستن جلوگیری کنن. هرچه اونا را بیشتر زندانی کردن مردم بیشتر شایقشون میشد. مردم عاشق کلمات و گفتار و رفتارشون بود و رضا سرانجام شکست میخوردن. یعنی فکر عملی، تفکر عملی از تفکر ولایت و امامت شکست خورد و برای همیشه در تاریخ دفن شد. اما عباسی ها شروع کردن با شگرد و با نیرنگ، میخواستن موقعیت ائمه را در نگاه انسان ها، در نگاه مسلمانان خدشدار بکنن، لطمه بیزنن و پایین بیاورن. و لذا معمول یکی از اون زیرکترین به اصطلاح خلفای عباسی است که در مواجهه با امام رضا علیه السلام از هر رنگ و نیرنگ که بتواند موقعیت امامت را در دلها و اندیشه ها متزلزل بکند و زیر سوال ببرد استفاده کرد. ولی برخلاف پندارها و اوهام او، امام رضا علیه السلام به دلیل اون علم الهی و بصیرت آسمانی که داشت توطئه ها را یکی پس از دیگری خونسا می کرد. وقتی از مدینه حرکت داد، امام رضا علیه السلام احدی از خانوادش را نیاورد، در حالی که می گفت شما بیاید ولی عهد ما بشین. و طبیعتاً کسی که برای احراز یک پست دولتی می رود، زن و بچهش را هم با خود می برد که باهاش زندگی بکند، چون امام می دونست اینها همش دروغه، هرگز زن و بچه را با خودش نیاورد. و بعد هم در مسیر وقتی در نیشابور رسید، امام علیه السلام اون حدیث معروف سلسله الذهب را از وجود پیامبر گرامی اسلام، سلسله احادیث را رساند به پدرش موسی بن جعفر که پدرم از پدرش، پدرش از پدرش، همینطوری تا سلسله رسید به وجود مقدس پیامبر. گفت کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. هزاران انسان اونجا استاد بودن و کلمات نورانی امام رضا را در واقع اونجا می نوشتن. در واقع امام رضا اینجا هم بیدارگری کرد، به مردم فهمان که حرکت ما حرکت توحیدی است و فعلا توحید به معنای واقعی در شگرد بنی العباس اسیر گردیده. بعد همین طوری که داشت حرکت میکرد، مردم به دنبالش را افتادن. بلا فاصله سر مبارکش را از اون به اصطلاح جایی که نشسته بود بیرون آورد، عرض کرد به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این از اون کارهای بنیادیه امام علیه السلام بود که به مردم فهماند که مردم توحید با امامت پیوند عمیق و ناگسستنی دارد. توحید زمان معنا و با اسلام مفهوم واقعی خود را پیدا خواهد کرد و زمان درست تفسیر خواهد شد که توسط انسان معصوم تفسیر شود. و بعد که در مرو آمد، توطئه های فراوان کرد بر علیه امام رضا و امام رضا علیه السلام از همه اون توطئه ها اون چنان سربلند بیرون آمد که مأمون هر بار که توطئه شکست می‌خورد شاید به خود می‌پیچید. جلسات مناظرات علمی برای امام تشکیل داد، آدم های به اسلام ماهر و دانشمند را به سمت امام کشان که بیاید و با امام رضا مناظره بکنید. امام رضا علیه السلام از علم امامت برخورداره. یکی از اصحابش پیش امام رضا علیه السلام آمد گفت مأمون چنین برنامه ای رو چیه؟ گفت اشکالی نداره، شخصی به نام نوفلی اهل عراق،
بهش گفت نوفلی تو که خیلی آدم زرنگ هستی، به نظر شما مأمون هدفش چیست؟ او هدفش این است که شما را برای حاضر علمی شکست بدهد و شما در نظر مردم خود شوید. امام علیه السلام گفت نگران نباش، میدونی کی مأمون پشیمان خواهد شد؟ گفت نه. گفت من میگم مأمون کی پشیمان میشود؟ فرمود هنگامی که استدلال های من را، اینو خوب دقت بکنید، امام فرمود هنگامی که استدلال های من را در برابر اهل تورات به توراتشان، امام بر تورات مسلطه، وقتی استدلال های من را در برابر اهل تورات با توراتشان و در مقابل اهل انجیل به انجیلشان و در برابر اهل زبور به زبورشان و در مقابل سابعین به زبان عبریشان و در برابر معبدان به زبان فارسیشان و در برابر رومیان به زبان رومیشان و در برابر اهل مکاتب به زبان خودشان بشنود، پشیمان خواهد شد. این فرمایشات امام نشان می‌دهد که علم امام تا کجاست و رضا همه نمایندگان یهودی‌ها و نصرانی‌ها و مسیحی‌ها و همه که آمدن، امام با زمان خودشان با آنها صحبت کرد و به اصطلاح از خود متن کتابشان برایشان در مناظرات علمی استدلال آورد و مجلس با فتح المبین امام هشتم به پایان رسید و آخرین تیر مأمون هم که برای شکستن شخصیت امام رضا آماده کرده بود به خاک خورد و رضا از اون به بعد به فکر شهادت رساندن امام هشتم افتاد و شما شاهد هستین در تاریخ که چگونه آقا را به شهادت رساندن. عباسلت میگه امام رضا علیه السلام را احضار کرد و امام فرمود عباسلت من فردا میرم به دربار مأمون، وقتی برگشتم اگر دید عبایم را روی سرم گذاشتم بدان که کار من تمام است. وقتی احضار کرد آقا را مسموم کرد، آقا میگه وقتی برگشت عباسلت میگه وقتی وارد حیات شد دیدم آقا عبا رو رو سر گذاشته، دیگه زانوهایش تمام حرکت کردن نداره، هی میامد هی مینشست هی بلند میشد. وقتی وارد حجره شد از سر عباسلت این فرش رو بردار خانمانند جد غریبم حسین روی خاک خدا را ملاقات کنم، در را هم ببند تا کسی واردی حجره نشود. عباسلت میگه من فرش رو برداشتم. آقای امام هشتم روی خاک خوابید. ای مثل امزار مرگزیده به خود میپیچید. میگه دمان بسیار بود یا شاید ساعتهای عشب گذشته بود، دیدم یه جوانی مرمان جوانده حجره شد. از کردم شما کی هستید؟ از کجا اومدید؟ من که در رو بسته بودم شما چگونه وارد شدید؟ گفت عباسلت من جوانم، من آمدم بابام رو تو این آخرین لحظات ببینم. امام جواد آمد کنار امام رضا، سر باباشو گذاشت رو زانوهاش که درد دل حال کرد خدا میدانه. اینجا امام رضا علیه السلام سر مبارکش روی قدمهای فرزندش بود که به ملاقات خدا رفت، اما لا یام کیامه اون از این که آمد رو مدر نازمین علی اکبرش تاریخ میگه سری علی اکبر رو رو زانواش گذاشت آرام بگیریم، هی بسی رو جسپان آرام بگیریم، فوز آخده هوال آخده صورت رو به صورت علی اکبرش گذاشت، صدا زد علی دنیا بعدک الافا، اوف بر این دنیا، بعدی تو علی جانم این دنیا دیگر برای حسین ارزیشه
دارد و سیعلم الذین ظلموا و ایم قلبی ینقلبون. پروردگارا آنچه خیر دنیا و آخرت است به ما و جمع ما عنایت بفرما. پروردگارا به قلب سوخته زینب کبرا فرج مولا مهدی را نزدیک و نزدیکتر بگردان. خدای با دستان مبارک یوسف زهرا قلب سوخته شیعه را التیام ببخش. پروردگار وجود مقدسش را دعاگوی ما قرار بده. با دعاهای آن عزیز ما را در درع حسینه خود قرار بده. فتنه های این زمانه و اثر ما و ملت ما دفع بگردان. پروردگار به همه عزیزان نمازگزار خیر دنیا و آخرت عنایت بفرما. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.